دوستان گرامی و ارجمند و بیننده های گرانقدر برنامه نگاه به تاریخ و فرهنگ افغانستان، به شما درود و سلام نثار می کنم و به آرزوی صحت و سلامتی شما عزیزان در هر کجای جهان که تشریف دارین، اینک 31 بخش برنامه را از طریق شبکه جهانی امید 24 تقدیم شما عزیزان می کنیم. و طوری که شما می دانین امشب چهارشنبه شب تاریخ 17 ماه جولای سال 2019 میلادی هست و برنامه ما از ساعت 8 شب به وقت تورنتو تا ساعت 9 ادامه خواهد داشت. و اما دوستان عزیز، امروز امشب تا این برنامه کوشش می کنیم در بخش فرهنگی این موضوعات تماس داشته باشیم و به می مناسبت مهمان گرانقدر و جورنالیست و نویسنده فریخته با خود داریم، جناب باری جمال، که تا کنون خوشبختانه به اثر تلاش های مثبت و فرهنگی خودش چندین اثر گرانقدر و ارزشمند تدوین کرده و چاپ رسانده، که از او جمله یکی از کتاب های تازه‌ش تا این برنامه می خواهیم خدمت شما معرفی بکنیم. ولی قبل از همه می خواهیم به ایشان عرض کنم که باریس بگرامی، خوش آمدین به برنامه نگاهی به تاریخ و فرهنگ افغانستان به استودیوی امید 24. تشکر پایکار صاحب، خوشبخت هستیم که در کنار شما هستیم و امی که شما را در استودیوی تلویزیون امید 24 می بینیم نیکبختی است. و سلام به بیننده عزیز، امید هستم که پروگرام شما را و امی که داشته علمی شما را اینا همیشه به خاطر جمع و به فراست زیاد اینا همیشه شاهدش باشه. لطف کردین سیب باریس بگرامی، تشکر میکنم از لطفتون که برنامه امی دعوت ما را شما امروز پذیرفتین و یقینا از رای دور تشریف آوردین. مگر در این زمان فکر میکنم به مورد است و گنجایشی را داره که شما اگر زحمت هم کشیدین، براتون اول امی چاپ و نشر کتاب به نام تاریخچه رادیو در افغانستان تبریک عرض میکنم. بینندای عزیز، کتاب است در 315-310 صفحه با همی قطع صحافت زیبا و پشتی رنگه به نام تاریخچه رادیو در افغانستان، که جناب باری جمال طی چند فصل در این مورد زحمت کشیده، تحقیق و پژوهش مفصلی داشته. تا جایی که من این کتاب مرور کردم بخشای مختلفی داره که البته در مورد رادیو افغانستان و تاریخ آغاز و فعالیت‌های مستمر نشراتیش در بخش‌های مختلف در مقاطع مختلف طی مقاله‌ها به صورت کوتاه چیزهایی نوشته شده، اما ارزش و اهمیت ای اثر حاضر دهیست که باریس با عنوان مؤلف و نویسنده کتاب تلاش کرده که به صورت امی اثر یک اثر جامعی باشه، بخش‌های مختلف دستگاه تبلیغاتی و دستگاه تنویری و گزارشی و فرهنگی رادیوی افغانستان با گوشه‌های مختلفش در این کتاب بگنجانه و به شما عزیزان تقدیم بکنم. حال بفرم اجازه بدین که از خودشان نقاطی را بشنویم که باریس بگوین چی انگیزه بود و چی باعث شد که شما باریس اقدام کردین به نوشتن چنین کتاب خوب و خواندنی. تشکر پیکار صاحب، اگر راست بگویم واقعیت امری است که بعد از اینکه من کتاب سامانی عمری
مرحوم مولوی عبدالله اخوندزاده را نوشته کردیم، تصمیم دیگه داشتیم و یک عنوان دیگر را در نظر داشتیم. ولی جناب شما یک دفعه از من سوال کردین که شما یک وقت گفته بودین که امی تاریخ رادیو را نوشته میکنین، چطور میکنین؟ ما فقط اون نمور زودتر امی تصمیم تغییر دادیم و امو کار که در نظر داشتیم او رو گذاشتیم و به ترتیب و تدوین اینمی کتاب شروع کردیم که شکر الحمدلله به همکاری و همیاری و راهنمایی شما به انجام رساندیم و آل پیشروی شما می باشه و امید هستن که یک چیزی دستاوردی خوبی بهتر به رادیو افغانستان باشه. حتما اثر نیکویی است تا جایی که من خودم مرور کردم. در کارتان همیشه موفق باشین. تا جایی که در اینجا دیده میشه از جمله مشخصات کتاب، نام کتاب تاریخچه رادیو در افغانستان، مؤلف جناب شما عبدالباری جمال، ناشر انجمن دانش در کانادا، خب اهتمام هم این جانب طرح پشتی از دکتر سنا نیکپی و تیراژ هم 500 جلد، سال چاپ هم امسال و محل چاپ هم تورنتوی کانادا. در این مورد جناب باری، شما در یک قسمتی از مقدمه، البته چیزای زیبای شما نوشتین به خاطر تفهیم خواستتان و انگیزه ها و نظرتان در این مورد، من وقتی کتاب مرور کردم دیدم که شما واقعا در بخشای مختلف شامل هنرمندا، نوازنده ها، آوازخوان ها و نطاق ها حتی تماس گرفتین در اینجا. مثلا اولین و نخستین نطاقی را که در رادیو افغانستان در رادیو کابل سم گرفته در بخش نشر اعلانات و خبرها شما با عکس و با سوانج در اینجا. شما چی مشکلات داشتین در جمع‌آوری همه معلومات در جمع که شما بالاخره موفق شدین چون این کتاب 300 و چند صفحه‌ای را 305 صفحه شما تکمیل بکنید؟ در واقعیت عمل برای یک نویسنده و محقق که ما تا با او عنوان و تا با او صفت بسیار فاصله داریم، کار همیشه اینطور دفتن و آنی شروع نمیشه. من برای انمی کتابی که حاضر هستن پایکار صاحب تقریبا 5 یا 6 سال پیش ما مقدمات کار را برابر کردیم، مسائلی که مربوط به رادیو بود آیست آیست جمع کردیم، اینطور یک دم هم نشده، در یک سال هم نشده. انمی کتابی حاضره که شما میبینین تقریبا من فکر میکنم محصول کاری از شروعشان که بگویم 5 ساله باید باشه بسه. ولی جمعشان آلش فعلا به همین شکل کردیم که متن کتاب و جمع‌آوری مسائلی که مربوط به همین عنوان کتاب باشه کاری آسانی نبود. از مراجع مختلف معلومات اخذ کردیم و در آخر کتاب هم همین منابع نشته کردیم که از کجا استفاده کردیم ده. ولی در آخر توانستیم که اینمی تو یک مجموعه را جور کنیم، یک مجموعه را چاپ کنیم که خواندنشان جالب هستن. اگر اجازه شما باشه من یک لحظه یک چیزی به شنوندای عزیز عرض میکنیم. مؤلف خودشان به مثل اگر به جای نباشه به مثل یک اشپزی لایق هستن. اگر غذای خوب پخته کنین و خودتان از اون کیف ببرین واقعا که اون کارتان زیباستن. امی کتاب ما به خاطر اینی که ما باید ایره بگویم ایره تقریبا حال ما یک دفعه مرور کردیم در همین 2-3 روز برای این جالب معلوم میشه کاری هستن که کار پرثمر هستن و کار بسیار معلوماتی هستن. این چیز فعلا پیدا کردنشان در افغانستان ما کمیاب میبینیم. زحمت کشی که آدم برای تدوین این میتونه یک اثر کنه بسیار تپ و تلاش و کار داره، ولی که حالا شد و تقدیم به خواننده عزیز هستن امید هستن که از استفاده شایانی کنه. بسیار حالا اگر شما امی نقطه را توضیح نمی کردین بیننده های گرامی ما کاملا درک میکردن که تدوین چنین یک اثری او را هم در عالم غربت و دور از وطن و دست نداشتن به آرشیف ها و به منابع کار آسانی نبوده. مثلا در اینجا ما میبینیم شما به نام کوثر نورانی اولین نطاق زن در رادیو کابل شما درج کردین با عکسش و زندگی نامیش. بله. پس یقینا قابل سوال است که این کوثر نیازی نه زنده است نه در تورنتو و کانادا حضور داره و شما
سخت کوشی تان نشان میده که چطور زندگی نامیش شما به دست آوردید و عکس از این از کجا پیدا کردین و اماطور در مورد سایر نطاق ها و آوازخوان ها و اینها یقینا کار شما قابل قدر است. مثل که قبلا هم عرض کردم چیزها مطالبی در مورد رادیو خواندیم اما نه به صورت مکمل که یک تصویر کامل برای خواننده به دست بده که رادیو در کدام تاریخ در کدام سال در افغانستان تأسیس شد توسط کی در کجا و این سیر تکاملی از این چگونه بوده و تا امروز که به اینجا رسیده چی افت و خیزی را در پی داشته. بنابراین بر یک خواننده افغانی ما کسایی که در این موارد علاقمند هستند این کتاب شما غنیمت است بزرگ. و در عین صحبت باریس بهتر از سوالی که همیشه مطرح میشه آلی همی برنامه را که هموطنهای گرامی ما میبینند در جهان فورا همی سوال مطرح میشه که ما این کتاب از کجا به دست بیاریم. در این مورد شما یک چیز لطفا به بیننده های عزیز ما بگوین که کتاب چگونه، چون ما در تورنتوی بزرگ بارها گفتیم که هنوز کدام کتاب فروشی مشخص نداریم. بله. یعنی یک منبع مشخصی که افغانای ما از گوشه و کنار جهان به اونجا تماس بگیره و کتاب بخواه نداریم. ولی شما رای حلش لطفا بگوین که بینندای ما علاقمندای ما چگونه تماس بگیرن. درست برای با دست آوردن کتاب راستی که ما مشکل داریم، ما با مشکلات مواجه هستیم، مثل که در دیگه شهرها و در دیگه قارا کتاب و کتاب فروشی افغان ها کم هستند و دستیابی به اون مشکل هستند. ما در این قسمت عرض میکنیم با بینندای عزیز اگر خواسته باشن که کتاب به دست بیارن، انجمن دانش و امی خود آدرس جناب پیکار صاحب قابل ستایش است و یک قابل اعتماد است و همیشه با او دسترسی آسان است. دیگه ما فکر میکنیم آدرس شما یا ایمیل شما یا صفحه فیسبوک شما جناب پیکار صاحب برای به دست آوردن کتاب راه موثرتر و آسان‌تر است. خب باشه، انجمن دانش دوستای گرامی شما میتونین از طریق صفحات فیسبوک انجمن دانش در کانادا را باز کنین و از او طریق تقاضایتانه اگر نیازی به این کتاب داشته باشین مطرح بکنین، انجمن دانش و مسئولینش به همکاری شخص باریس جمال کوشش میکنند با گرفتن آدرس مشخص پستی شما کتاب در هر گوشه جهان با شما در تماس باشن و روان بکنن. و یک نکته نسبتا ضروری که بدون ریا باید بگوییم و یه بارت از ایست که چون همیشه چاپ کتاب از خود مخارج خود داره، شما عزیزان کاملا میدانین این را نه باریس پنهان میکنه نه ما پنهان کده میدانیم، منتها هر کتابی که از چاپ میبره یک قیمت معین خود داره به شمول مخارج پوستی. این ما باید در نظر داشته باشیم، با در نظر داشتن این دو نقطه قیمت کتاب و مخارج پوستی و داشتن آدرس مشخص پوستی شما عزیزان کتاب انشالله که به اختیارتان میرسد. باریس بیگرامی شما در گذشته هم چند جلد کتاب در موارد مختلف دارین که خوشبختانه هر کدامش مورد توجه و مورد استقبال هموطنان ما قرار گرفته. درست. یکیشم فکر میکنم صنایع دستی افغانستان در 50 سال قبل بود. بله. بله. درست. که دوستان گرامی از باریس قبلا کتاب قبل از این کتاب چاپ شده به نام صنایع دستی افغانستان در 50 سال قبل که اون کتاب هم بسیار دلچسب است، به خصوص برای نسل جوان ما که باید بدانن در افغانستان چی گونه صنایع دستی وجود داشت، چقدر انکشاف کرده و چقدر نابود شده و امروز در چی حالت است. او کتابم شما اگر خواسته باشین میتونین ضمن تقاضایی که به این جلد کتاب می داشته باشین یادآوری بکنین، خدمت شما فرستاده میشه. و کتاب تازه دیگه تون به نام زندگی نامه مولوی عبدالواحد خان قندهاری بود که در او وارد او کتابم وقتی که مرور کردیم واقعا جالب است، از دانشمنده ها، از نویسنده ها، شاعران و عرفای قندهار تا همکاری ها با مدارس بخارای دیروز تا دانش پدرکلان جناب باریس که چی نقشی در قندهار داشت و در بخش خیرخواهی ها در بین قوم و در بین مردم، او هم کتاب بسیار جالبی است تا چند فصل تدوین شده، او هم به اختیار هست
اگر شما عزیزان خواسته باشین هر زمان انشالله به خدمت شما تقدیم خواهد شد. باریس بیگرامی، خودتان در مورد این کتاب و نکاتی را که در نظر داشته باشین برای بیننده های عزیز ما، برای هموطن های ما بگوین لطفاً، که یکی خود شما یک مقدار انگیزه ها را گفتین، ولی اصلاً که چی مجبورتان ساخت که به جای دیگه مسائل به این موضوع بپردازین، شما به موضوع رادیو و شبکه رادیو و ارزش های عزیز. رادیو رو خو همه عزیزا میفهم و خبر دارن و طوری که یک دستگاه جمع‌رسانی اطلاعات عمومی است و از طریق رادیو آدم همیشه با مسائل و با مسائل مختلف آدم زودتر آشنا میشه. ما از این رادیو تنویر شدیم، از رای این رادیو ما برای موسیقی عادت گرفتیم، موسیقی رو شنیدیم، یکی بود. و یکی هم در قسمت ادب و کلتور، در قسمت تاریخ، در قسمت داستان، رادیو افغانستان یک رسالت بسیار بزرگ تاریخی رو به جای کرده و امیر رسالت اینا را همیشه ما را وادار میخواست، شخصا مرا، که امیر یک جنبندی شوه، امیر هم در مجموع در یک کتاب بیاید و این یک گردگار باشه یا یک امانتی باشه برای نسل بعدی. ما یقین داریم که خواندن اینمی کتاب برای دوستا یک تصویری ممکن مکمل بگویم، یک تصویر مکمل رادیو افغانستان برایش میده، که رادیو افغانستان از شروع تا به امروز که تقریبا در حدود 50-60 سال میگذره چه مراحل طی کردن. و خود امیش شروع امی پروژه خودشان یک عالم کاری بود، یک عالم مصروفیت های بودن. و برالاوه از این که دانش خوندهایی که حال در قید حیات نیستن، اونا چه رولی بازی کردن و یاد از اونا باید همیشه زنده باشه. و زیادتر کوشش ما این بود با مؤسسین و با علمایی که در انکشاف رادیو، در تنویر رادیو کار کردن، اینمی زیادتر خواهش ما بود که اینمی باید حفظ شود، که در این کتاب او کاری تا اندازه صورت گرفت. هم قدردانی شود از کسایی که در تکامل دستگاه رادیو کار کردن، درست، و هم معرفی شود بخصوص نسل امروز ما که ممکن است زیاد از مسائل اطلاع نداشته باشند. شما یک بار دیگه تیعی به فصلهای کتاب اینا را مطرح کردین و من اینجا میبینم باریسیب که از شما علاوه از این کتاب قبلا، علاوه از هنر معماری و صنایع دستی افغانستان در 50 سال قبل از امروز که در جون سال 2017 میلادی در تورنتو به چاپ رسیده، کتاب دیگه تان رهاورد سفر هندوستان تان که ما در موقعش خواندیم بسیار دوستای گرامی جالب است. و بازم باید یاد کنم که جناب باریس 20 ساله بوده، جوان 20 ساله که به هندوستان سفر کرده و خاطرات خود از کابل که آغاز میکنه سفر تا هندوستان و دورادور رو چندین روزی را که در بر میگره بسیار ماهرانه و بسیار آگاهانه مصاحبه هایی را که با ستاره های مشهور فیلمی هندوستان در اون زمان انجام داده، همه را روی در داخل همین کتاب رهاورد سفر هندوستان گنجانیده که شما دوستان میتونین در پای همین کتاب هم باشین. جالب است. و کتاب دیگه را که پیشتر یاد کردیم عنوانش از مولوی عبدالواحد قندهاری که پیشتر از او تذکر دادیم، و همچنان تعداد زیادی از مقالات ایشان در روزنامه ها و جراید داخل افغانستان در موقعش به چاپ رسیده. در باریس بیگرامی، شما یک مدت در جریده کاروان وقت در دهه دموکراسی افغانستان یا در دهه قانون اساسی هم کار کردین. اینطور معلوم میشه که شما خوشبختانه زمین جوانی فعال بودین، در این بخشا قلم میزدین و قلم میزنین هنوز هم در پشت کار و در یعنی ادامه دهندی کارهایتان هستین. دوستان گرامی، یک نقطه را با استفاده از این فرصت میخواهیم خدمتتان عرض کنم با حضور خودشان که باریس جمال با وجودی که زبان مادریشان زبان شیرین و ملی پشتو است، اما به زبان فارسی دری نه تنها که علاقمند است، طوری که شما شاهد هستین کتابا را هم به زبان فارسی می نویسه بدون اندکترین تعلل و یا تعصب، که این پوینت هم سخت قابل قدر می دانم و همیشه موفق باشند در کارهای خودشان. باریس بیگرامی، علاوه از این کتابتون دیگه چی در نظر دارین؟ مسائل دیگه را اگر در نظر داشته باشین که بنویسین و تدوین کنین
و بالاخره به چاپ برسه. به یادتان است سر کدام موضوع دیگه کار میکنید این شب روز؟ بله، با اجازه پیکار صاحب میخواستم یک نقطه را راجع به همین کتابم باز عرض کنیم. مثلا امی سوال شما را بعدا فوراً جواب میتین که پروژه بعدی ما چیز کنم. بله، در نمی کتاب برای خواننده بیننده عزیز عرض میکنیم، مثلا ما در امی کتاب در یک قسمتشان ما راجع به هنرمندای قندهار گپ زدیم، با وجودی که تمام ساحای افغانستان آمد در برگیریم هنرمندایشان، ولی راجع به هنرمندای قندهار که ما سرشان غور کردیم و سرشان تحقیق کردیم، ما 40 نفر نام نویس هنرمند ورزیده قندهار در این کتاب درج کردیم که برای خودم بسیار تعجب آور بود که وقتی که این نامه را ما پیدا میکردیم، وقتی که این نامه را ما تحقیق میکردیم، برای ما بسیار دلچسب بودن. نوشتن این کتاب کار آسانی نبود در اول، و همچنان در حدود 10 نفر از هنرمندا و آوازخوانای زن او که در قندهار امید کار هنر آوازخوانی را پیش می برد، اونا را ما اینجا درج کردیم در امید کتاب که جالب است و خواندنشان ما فکر می کنیم برای هر کس یک دست آوردی خود باشه که ببینه ما در کشور، در هر گوشه ما در کشور چی یک زیبایی هنری داشتیم، نه تنها در یک مرکز بلکه در متفرق در تمام افغانستان. و راجع به سوال شما پیکار صاحب که ما در آینده چی نظر داریم و پروژه بعدی ما چیستن، پیکار صاحب ما سفرهای زیادی کردیم، در سفرهای زیادی یکی هم در به ایران زیاد سفر کردیم، البته زیاد نمیگیم، در حدود 4 یا 5 دفعه در نوبت سفر کردیم. او سفرام بسیار برای ما جالب بود و از اون سفرام ما یادداشت ها گرفتیم. بله، یادداشت ها داریم. سفر ما در سال 1971 شروع کردیم، با اولین سفری که رفتیم به ایران. بله، و اونجا بودیم و خاطراتش و گزارششون، و آخرین دفعه که ما رفتیم که سفر پنجم یا چهارم ما شد در سال 2005 بود که رفتیم ایران. این سفر هم گزارش ها و یادداشت های بسیار مکمل نشته کردن تا اندازه برای خود خواستیم که اینمی گزارشات در یک مجموعه مثلی که سفر راه آورد سفر هند بود، این میره هم در یک مجموعه بیاریم که انشاءالله به توفیق و عنایت الهی و به همکاری شما اونم یک چیزی خواهد شد که قابل دسترسی و قابل خواندن برای بیننده عزیز باشه. حتما انشاءالله چیز مفید خواهد بود و دلچسب. نکته را که هم به شما عرض میکنم هم با بیننده عزیز در میان میگذارم، او عبارت از این است که باید از کارتان به خاطر ازی قدردانی شوه که شما ما تا جایی که درک کردم و دیدم در هر جایی که سفر کردین و پا گذاشتین، سفرتان یک سفر سطحی نبوده، مثل که تعداد زیادی از هموطنهای ما سفرهای دارن در همه جا، اما خب دیدار میکنن، گشت و گذار میکنن، برمیگردن، ولی شما سفرهایتان همونطور که دهند سفر مسمر بوده، اما تو یقین دارم که ایران هم شما گرفتین، امیال وقتی که شما گفت من بسیار مورد پسندم واقع شد که شما معلومات مختلف حتما از ایران هم جمع کردین، تمازگیری هایتان، مطالب اجتماعی، سیاسی و هنری و امثال هم و میخوانید کتاب بسازین. دوستان گرامی، این فرهنگ بسیار زیبایی هست که در یک جامعه باید افراد و جامعه در قدم ارزش بگذارن بر کتبی سازی مسائل، درست، از سفر گرفته تا حوادث، تا وقایع مختلف تاریخی، اجتماعی، سیاسی و امثال هم، تا وقایع فراموش نشه. اگر در نسل حاضر دیده میشه و شنیده میشه و لمس میشه، در مورد نسل آینده چی؟ این یگانه رایی است که وقتی ما کتاب بنویسیم این بر نسل آینده انتقال میکنه، ما ادای دین میکنیم و احساس مسئولیت میکنیم و مسئولیت خود انجام میدیم. به مو دلیل است که ما همیشه ارزش قائل هستیم بر کارهای فرهنگی و کارهای تحقیقاتی. به مو دلیل از جناب باری جمال بار دیگه ابراز تشکر میکنیم که حاضر شدن با ما، و برشان موفقیت مزید میخواهیم. یک بار دیگه برشان تبریک میگیم کتابشان، و بار دیگه جلد کتاب و عنوانش خدمت شما نشان میدیم. شما عزیزان میتونین با انجمن دانش در تماس باشین، انجمن دانش در کانادا، از صفحه فیسبوک و یا از طریق یوتیوب و گوگل شما میتونین تماس داشته باشین. کتاب انشاءالله خدمت شما تقدیم میشه، فرستاده میشه، و وقتی شما مرور میکنین او زمان میدونین که
نویسنده چقدر زحمت کشیده و کتاب مفصل و مکملی را برای شما تدوین کرده و آماده مطالعه ساخته. باریس بگرامی تشکر میکنیم از شما. دوستان عزیز یک وقفه قائل میشیم، اما بعد از وقفه یاد ما باشه که چند جلد کتاب تازه دیگه هم به اختیار ما رسیده که یکی از او کتاب ها در خود تورنتو به چاپ رسیده، مانند کتاب جناب باری جمال و چند جلد دیگه هم از جای دیگه بر ما رسیده. بعد از این وقفه او را خدمت شما تقدیم میکنیم. تشکر. دنباله معرفی تعدادی از کتاب‌های تازه چاپ شده در محیط افغانی ما در خارج از افغانستان، شما در مورد کتاب تاریخچه رادیو در افغانستان از جناب باری جمال مسائل شنیدین. حال اجازه بفرمایین کتاب دیگری که در همین تورنتوی کانادا به چاپ رسیده اخیراً خدمت شما به معرفی بگیریم. عنوان کتاب از پادشاهی محمد ظاهر شاه و پیامدهای آن. اگر شما دوستان بیاد داشته باشین، مدت قبل تا یکی از این برنامه های نگاهی به تاریخ و فرهنگ افغانستان جلد اول این کتاب خدمت شما هم معرفی کرده بودیم و هم با مؤلف کتاب جناب دکتر اجرالدین حشمت مصاحبه داشتیم و توضیحات ولو مختصر در مورد جلد اول کتابشان داشتن. حال خوشبختانه جلد دوم این کتاب در حدود 307 یا 308 صفحه بیرون برآمده. باید خدمت شما عرض بکنم که علاوه از اینکه کتاب با میقت و صحافت و پشتی زیبا به چاپ رسیده، مطالب جاندار و مطالب سیاسی، اجتماعی و تاریخی داخلی کتاب طی چند فصل گنجانیده شده. در جلد اول موضوعات جناب دکتر اجرالدین حشمت به سه بخش تقسیم کرده بود و در جلد دوم باز هم بخش چهارم، پنجم و ششم گنجانیده شده که عمدتاً مسائل مربوط به دهه قانون اساسی و دهه های اخیر پادشاهی مرحوم محمد ظاهر شاه را در بر می گیرد. تحولات، تعیین صدر اعظم های مختلف، تظاهرات، نشرات مختلف آزاد و یا شخصی و همچنان تحولات در پارلمان و ضمناً موضوعات مربوط به کودتای نظامی مرحوم سردار داود خان و اقدامات بعدیش، تعدادی که دستگیر میشن با عنوان به اتهام کودتا، لو جمله مرحوم میوانوال و یک تعدادی از افسرهای نظامی شامل بودن و هستند، و همچنان مسائل مختلفی که در معارف و در مطبوعات افغانستان در او زمان جریان داشت. سایر مسائل البته به صورت بسیار مستند، یعنی به صورت مفصل، مدلل، تحلیلی در اینجا ارائه شده. من یقین دارم که هموطنان ما مسائل مربوط به سلطنت محمد ظاهر شاه، پیامدهایش، حکومت‌های بنی عمامش یا کاکاهایش، سردار هاشم خان و سردار شاه محمود خان و نخست وزیران یا صدر اعظمای بعدی به اشکال مختلف از طریق برنامه های رادیویی و یا مقاله ها و بعضی کتاب ها مطالعه کردن و آگاهی های داره. اما موضوعات ارزشش در ایست که به یک بار خواندن یک مقاله یا یک مطلب در یک روزنامه، در یک نشریه یا شنیدن یک مطلب مربوط به مو دوران از طریق دستگاه یک رادیو کافی نیست. اما طوری که قبلا خدمت شما به عرض رساندم دوستان گرامی،
باید مسائل، حوادث، واقعات در هر زمانی یادداشت گرفته شود و سند مستندسازی شود، کتبی شود و بالاخره مانند چنین کتاب‌هایی به چاپ برسه و تقدیم جامعه افغانی شود، تا در هر وقت و زمانی کسانی که پژوهش و تحقیق میکنند، افراد داخلی و یا خارجی، منابع به اختیار خودشان داشته باشند. در هر کشوری در جهان این مروج است که موضوعات مربوط به زندگی اجتماعی و کشورداری و موضوعات سیاسی و نظامی و حوادث مختلف کتاب میشه و این کتاب ها ترجمه میشه و این در کتابخانه ها گذاشته میشه. در هر موقع هر انسانی که ضرورت داشته باشه میتواند در اون زمان از این کتاب ها منابع و آرشیف استفاده بکنه. ما برای دکتر صاحب اجرالدین حشمت بار دیگه به این وسیله چاپ کتاب تبریک عرض میکنم و برش موفقیت های بیشتر میخوایم. تا جایی که اطلاع داریم نه تنها با تقریبا کهولت سن مواجه است، بلکه مشکلات صحی هم داره، اما بنازم به اراده و تصمیم و به همتشون که در همین حالت هم قلم میزنن، آرامش ندارن، کار میکنن به خاطر اولاد وطن و به خاطر مادر وطن. دوستان گرامی، لازم است این نقطه را هم خدمت شما عرض برسانم که کتاب پادشاهی محمد ظاهر شاه و پیامدهای آن هر دو جلد اول و دومش در کانادا در یک منبع به نام سلیم کاروان، در داخل سلیم کاروان، واقع مارکم و لارنس به نام صرافی امید در همینجا موجود است. دوستانی که در تورنتو زندگی میکنن، اگر خواهان چنین کتابی و سایر کتاب ها باشن، لطفاً به سلیم کاروان و داخل امی مغازه در صرافی امید مراجعه بکنن، میتونن کتاب به دست بیارن. و من فکر میکنم که جناب باری جمال هم کتاب تاریخچه رادیو در افغانستان، ازشان تقاضا میکنیم که یک تعداد در امی صرافی امید بگذارن تا شما عزیزان هم این کتاب به دست بیارین. عزیزان گرامی، دو جلد کتابی که از آلمان برای ما رسیده، البته سه جلد کتاب، یکی خاطرات جناب استاد عبدالوهاب مددی هست، خاطرات مفصل یک هنرمند، یک استاد موسیقی، آوازخوان، نوازنده و خدمتگار دستگاه رادیو افغانستان دیروز و خدمتگار دنیای موسیقی در کشور ما که خوشبختانه هنوز زنده هستند، نفس میکشند که سالهای طولانی زنده باشند. این را هم خدمت شما عرض میرسانم که در چند صفحه این کتاب به چاپ رسیده و چگونه. ولی قبل از او کتابی داریم به نام راز لاله در شعر فارسی، عنوان بسیار زیبا و بسیار بمورد، که این کتاب از توسط جناب نصیر مهرین ساکن آلمان، قلم به دست و پژوهشگر همیشگی کشور عزیز ما، تدوین شده، تحقیق شده. و در اینجا وقتی کتاب شما مرور میکنین دوستان گرامی، تنها موضوع گل لاله مطرح نیست در اینجا، بلکه راز لاله در شعر فارسی به کاوش گرفته شده. و ای که زنده یاد ابراهیم صفا که سالها را در زندان سلطنتی، در زندان ارگ سلطنتی گذشتانده بود و این شعر در زندان سروده، و تا جایی که شما عزیزان میدانین کمپوز هم شده توسط چندین آوازخوان خوش صدای افغانستان، از جناب مددی گرفته تا آزاده و سایرین خوانده شده و هر باری که خوانده شده به دلها چنگ زده، به خاطری که این شاعر در زندان وقتی این لاله را می سرایه، من لاله آزادم، خود بویم و خود گویم، یا خود رویم و خود بویم، شعر مشهوری هست. و این جناب مهرین راز لاله را، یعنی انگیزه ها، معانی و بار شعری و بار انسانی و عاطفی لاله را با مو ساختمان و با مو رنگ و با مو سینه داغدار خودش در ادبیات فارسی و باز در ادبیات زبان فارسی دری
با تحلیل گرفته. بسیار جالب اثر است و برای جناب مهرین موفقیت های زیاد آرزو میکنیم و عمرشون دراز باشه که آثار و کتاب های بیشتری را تدوین بکنن، به چاپ برسانن تا اولاد وطن او را بخوانن. و از امی نویسنده توانمند ما کتاب های مختلف دیگه در گذشته ها چاپ شده که من یقین دارم تعداد زیادی از هموطن های ما با آثار و کتاب هایشان آشنایی دارند. و همچنان کتاب دومی که به ما رسیده از همین نویسنده پرکار ما به نام زندگی کودکان افغانستان است. یقینا کودکان افغانستان در دوران ما مظلومترین و محرومترین موجودات سرزمین عزیز ما هستند، بینوا، بی پناه و بی وسیله. وقتی شما در داخل ای اثر داخل شوین، بخوانین، با عکس های بسیار جالبی که شامل کتاب هست، شما به این نتیجه می رسین که قابل توجه ترین نسل امروز ما در افغانستان همین نسل کودکان ماست که مردان آینده کشور ما خواهند شد و در بینوایی های دردناک به سر می برند. با آقای مهرین، با این توجهشان، با این طرز تفکرشان، با این کارهای دقیقشان احسن میگیم و برشان تبریکات زیادی را تقدیم میکنیم و برشان موفقیت میخواهیم. دوستان گرامی، همونطوری که عرض کردم، خاطرات من که از استاد عبدالوهاب مددی هست، کتابی است چنین قطور و در 500 صفحه یا تقریبا در حدود 500 صفحه تدوین شده. وقتی شما این کتاب مرور میکنین، به صورت قبلی کتاب دیگه که از همین استاد گرامی ما به چاپ رسیده، عنوانش هست تاریخ سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان. کتاب مشهوری هست و غنیمت است در مورد تحقیقات اگر در این مورد صورت میگیره با محققین ما، بر نویسنده های ما. کتاب از دلچسب که در موقعش او را هم معرفی کردیم از طریق یکی از این برنامه های نگاهی به تاریخ و فرهنگ افغانستان. و این دومین اثر است که از استاد مددی به اختیار ما میرسد. این از طرف انتشارات شاه مامه در هالند با میقت و صحافت مقبول، پشتی جلادار و با عناوین بسیار دلچسب و عکس های بسیار جالب به چاپ رسیده. استاد مددی همونطوری که خودش شخصیت پرکار، شخصیت توانمند، اثرگذار در بخش موسیقی افغانستان بوده، آثار و کلپ های ماندگاری از خودش بجا گذاشته، شخصیت بسیار متواضع، شخصیت خوش کلام و خوش صحبت و از جمله غنیمت های هنری سرزمین عزیز ماست که فعلا در آلمان زندگی میکنه، عمرشان دراز باشه. در این خاطرات جناب مددی بخش های مختلف گنجانیده شده که اگر ما تای این برنامه یک گوشه شب بگویم، گوشه های دیگه باقی میمونه، ولی بهتر است که خود شما عزیزان در صورتی که این اثر گرانبها را و مفصل به دست بیارین مرور بکنین. شما میدانین به غنای کار استاد درک بیشتر براتون پیدا میشه و شناخت بیشتر. به استاد مددی بار دیگه آرزوی سلامتی، طول عمر و موفقیت های بزرگی را داریم که خودش و اعضای خانوادهش سالها زنده باشند تا بتانن کارهای بیشتری در راه خدمتگذاری به موسیقی و هنر موسیقی و ادبیات و بخش های هنری کشور ما داشته باشند. بینندگان گرامی، بخش 31 نگاهی به تاریخ و فرهنگ افغانستان داره آیست آیست رو به پایان میره و امیدواریم با تقدیم همی داشته ها تایی ای برنامه خدمت انجام داده باشیم خدمت شما عزیزان و با امید سلامتی های شما و باز هم که ما در تایی برنامه های آینده در خدمتتون خواهیم بود، بخش های مختلف هنر و فرهنگ افغانستان به معرفی و کاوش خواهیم گرفت و با امید
پیروزی ها و سلامتی های شما و آزادی و آبادی کامل کشور عزیز ما افغانستان. ودا می کنیم، شاد باشید.